اعمال فصل 14 در شهر قونیانیز پولس و برنابا به کنیسه یهود وارد شدند و چنان صحبت کردند که گروه زیادی از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند. اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند غیر یهودیان را تحریک کردند و افکار آنان را نسبت به این برادران منحرف ساختند. آن دو مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون ترس درباره خداوند سخن می گفتند. خداوند نیز با عطای قدرت به آنها برای انجام نشانی ها و معجزات پیام فیض بخش خود را تصدیق می فرمود. اما بین مردم شهر دو دستگی افتاد. عده طرفدار یهودیان شدند و عده طرف رسولان را گرفتند. در این وقت یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار برسانند و آنان را سنگسار نمایند. وقتی که رسولان از این موضوع آگاه شدند، به سوی شهرهای لیکاونیا یعنی لستره و دربه و ناحیه مجاور فرار کردند و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند. در شهر لستره مرد شل نشسته بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهای خود را نرفته بود. او به سخنان پولس گوش می داد. پولس به طرف او دید و چون دید ایمان آن را دارد که شفا یابد، با صدای بلند به او گفت: برخیز و راست روی پاهای خود بیست. او جست زد و برا رفتن شد. وقتی مردم کاری را که پولس کرد دیدن، به زبان آن محل فریاد زدند: خدایان به صورت انسان در میان ما فرود آمدند. برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند. پولس را از آن جهت عطارد خواندند که سخنگوی آنان بود. آنگاه کاهن معبد مشتری که معبدش در خارج شهر واقع بود، گاوانه با حلقه های گل به دروازه شهر آورد و میخواست به همراهی جماعت گاوان را قربانی کند. اما هنگامی که آن دو رسول یعنی برنابا و پولس از این امر با خبر شدند، لباس های خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد میکردند: ای آقایان چی میکنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم با عواطف و احساسات مانند خود شما. ما برای شما مژده ای داریم که از این اعمال بیفایده دور شوید و به خدای زنده‌ای که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده است روی آورید. در دوران گذشته او اجازه داد که جمیع ملت‌ها بر راه‌های خود بروند. در عین حال اعمال نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است. او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا می کند، به شما غذا می دهد و دلهایتان را از شادمانی پر می سازد. رسولان با این سخنان به سختی توانستند مردم را از قربانی کردن برای ایشان جلوگیری کنند. در این هنگام یهودیان از انطاکیه و قنیه رسیدند و مردم را پشتیبان خود ساختند. پولس را سنگسار کردند و با گمان این که مرده است او را از شهر بیرون کشیدند. اما وقت شاگردان دور او جمع شدند، او برخاست و به داخل شهر آمد و روز بعد به همراهی برنابا و دربه رفت. پس از این که در آن شهر هم بشارت دادند و پیروان بسیاری یافتند، به لستره و قنیه و انطاکیه پس رفتند و در بین راه شاگردان را تقویت می کردند و آنان را تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار بمانند و به آنان می گفتند: برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه‌های بسیار سختی بگذریم. در هر یک از کلیساها رهبران را تعیین کردند و با دعا و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که به او گرویده بودند سپردند. سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به سرزمین پمفلیه رسیدند. وقتی پیام را در پرجه اعلان کردند و اتالیا وارد شدند و از آنجا با کشتی به سوی انطاکیه رفتند، یعنی همان جایی که به خاطر خدمتی که انجام داده بودند به فیض خدا سپرده شده بودند. وقتی به آنجا رسیدند، اعضای کلیسا را جمع کردند و ایشان را از هرچی خدا به واسطه آنان انجام داده بود خبر دادند و نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را برای مردم غیر یهود باز کرده است و در آنجا مدتی پیش شاگردان ماندند.